به فضای تالار وزارت کشور معلوم بود با یک جشن متفاوت مواجهی. خبرنگارا و روزنامه نگارهای جوان امروز خودشون مدعو اولین جشنواره طنز سیاسی و اجتماعی کشور بودن. در میون این جمع بعضی از مدیران و وزیران اسبق هم حضور داشتند. راستی رئیس سابق ما هم بود. آقایون یک سوال، اصلا مزاج شما با فضای طنز سیاسی سازگاره؟ فرق میکنه. بعضی ها مثل مرحوم دکتر حبیبی خیلی تحمل داشتن، بعضی هم تحمل نداشتن. شما از کدوم دسته؟ من تحمل دارم. در اوج سختی ها، گرفتاری ها، گاهی اوقات یک طنز میتونه روحیه فرد رو عوض کنه، یک آرامش و تمنی درش ایجاد بکنه. شده بود که کاریکاتور خودتون رو ببینید، چه حسی بهتون دست بود؟ تا حالا هر چی کاریکاتور رو دیدم خوب بوده، به جز اونایی که اصلا کاریکاتورشون شبیه من نبوده. رشد مشهود طنز سیاسی رو در همین چند سال اخیر میشه مشاهده کرد. به مرور بهتر میشه. 10 سال پیش شاید اینجوری نبود، ولی به مرور بهتر میشه. گوشه ای از این فضای شاد و پرشور، عده‌ای از برا بچه های خبرنگار یاد رفقای یمنیشون رو هم زنده نگه داشتن. حرکت ما هم حرکت نمادینه که بدونیم در کنار جشن سیاسی که داریم ما هدف انقلابون هم داریم و جشن ما و شادی ما در کنار سیاست ما با هم یکی. یاد بوده این مراسم البته همونطور که میبینید در نوع خودش عجیبه. آقای قاسمی یعنی چی اره؟ این خانمه به شوهرش میگی که اره؟ باید ببینیم اره چه ویژگی داره. این نماد، نماد اره خندانی است که بر فضای سخت سیاست ورود کرده و میخواد تلطیف بکنه فضای سخت سیاست رو. این مراسم مهمونهای ویژه‌ای هم داشت. پدر بزرگ علیرضا احمدی روشن، آرمیتا و مادرش که اگرچه مدتی مثل قبل لنز دوربین ها سراغشون نمیره، اما نسل سومی های انقلاب امروز با دیدنشون گفتن از اونهایی که پدران آرمیتا و علیرضا رو شهید کردن نمیگذرن.